حکومت آل خلیفه در بحرین بیش از نیم قرن است که انواع جنایت ها را علیه شیعیان این کشور که اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل می دهند اعمال کردند. اما رفتارها و اقدام های ضد بشری حکومت بحرین علیه شیعیان از دوازده سال پیش که اعتراضات سراسری در این کشور علیه آل خلیفه آغاز شد بیش از پیش شده است. در همین راستا طی چند روز اخیر که این شیعیان دوازدهمین سالگرد اعتراضات خود را برگزار کردند نیروهای امنیتی آل خلیفه تعدادی از شیعیان را بازداشت و روانه زندان کرده است همکار ماعده خاموش گزارش می‌دهد. مردم بحرین بار دیگر در محکومیت حملات و بازداشت‌های خودسرانه و اعلام همبستگی با زندانیان سیاسی تجمع اعتراضی برگزار کردند. مردم برخی از مناطق بحرین با برگزاری تظاهراتی با زندانیان سیاسی در زندانهای آل خلیفه اعلام همبستگی کردند و خواستار آزادیان ها بدون هیچ قید و شرطی شدند. گفتنیست بازداشت معترضان در 14 فوریه امسال نیز توسط آل خلیفه مانع ادامه جنبش مردم بحرین نشده و بحرینی ها همچنان از حق تعیین سرنوشت خود دفاع می در همین راستا مردم منطقه السنوبس و ستره در همبستگی با زندانیان سیاسی به اعتراضات خود ادامه دادند و خواستار آزادی آنها بدون محدودیت و قید و شرط شدند. از سوی دیگر وزارت بهرین اعلام کرد که تعداد بازداشت شدگانی که در مراسم بزرگ داشته دوازدهمین سالگرد انقلاب 14 فوریه بهره مشارکت داشتند افزایش یافته و به 23 نفر رسید. این وزارتخانه مدعی شد که این 23 نفر به دلیل ارتکاب اعمال خلاف قانون و ایجاد آشوب و هرج و مرج و خرابکاری بازداشت شدند. مقامات بحرین زندانیان سیاسی در زندانهای آل خلیفه را به فجی شکل ممکن از نظر جسمی و روانی گرفته تا محرومیت از خدمات پزشکی و تحصیل شکنجه می طی یک دهه گذشته گزارش های زیادی در خصوص وضعیت اصفناک و ناگوار زندان های آل خلیفه منتشر شد. این امر منجر به درخواست جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر برای بهبود شرایط زندان و توقف شکنجه و بدرفتاری علیه زندانیان سیاسی شده.